اما تو تمرین بعدی اومده چیکار کرده؟ تو تمرین دوم اومده این بار سه تا جمله رو به ما داده بوده زیر لغت رو خط که در از لغت رو از ما خواسته، منتها قبلا لغت رو جدا میدادن، اما یه کار بهتر کردن چون برای ما خیلی بهتره، چون لغت ما به بچه ها میگیم آقا تو جمله بخون یاد بگیر، هی لغت رو بخوای حفظ کنی سر امتحان دوباره یادت میره. خب لغت رو تو متن آورده، ولی معنی اینو میخواد، معنی لغت هایی که زیرش رو خط کشیده، هم فارسی به عربی داده هم عربی به فارسی، شعیب رو داده به فارسی گفته بنویس معنی شعیب میشده چی؟ پیری. 2500 همین جمله دومی که داده بوده کلمه زهوغن رو از ما خواسته که میشده از بین رفتنی، این دوتا عربی به فارسی بوده، سومی هم باز عربی به فارسی بود که باز کلمه فی بحرن لوجین بوده، لوجین معنیش میشده چی؟ عمیق. اما یه دونم فارسی به عربی بوده، 4/25 داده به ما، یعنی چقدر؟ 1 نمره ما لغت داریم تو آزمونمون. ثروتمندان، ثروتمند میشه غنی، ثروتمندان جمعش میشه چی؟ میشه اغنیا. پس اما تمرین بعدی ما درس مترادف متضاد بوده، عقبا آخرت هستش، عالم اولیا هستش، متضادشو میخواسته میشده دنیا، بهجت معنیش میشه مثلا خوشحالی، شادی، پس مترادفشو چی میتونه به ما بده؟ سرور یا فرح، هر چفتشو اگه مینوشی قابل قبول بود. آها، اما متنی که بهت گفتم همه بچه ها روش ایراد دارن. ببین متن و بچه ها علت ایرادشون اینه که فکر میکنن که دونه دونه این لغت ها، حتی تو امتحانات کنکور هم اینطوره، بچه ها فکر میکنن اون 4 خطی که مثلا یا 5 خطی که تو درک مطلب میده باید حتما اینن تمام لغت ها معنیش بشه. نه، اولا مفهوم کلیش باید دستمون بیاد، 1. 2 اصلا میخوام بدترین شرایط رو بهت یاد بدم دیگه، از این بالاتر بدترین شرایط که اصلا تو به معنی لغت کاری نشه باشی، اصلا بخونیش فکر کنی فارسی زبان نیستی، اصلا عرب زبانی، اصلا همون عربی به عربی باید جواب بدی دیگه، درسته؟ خب پس ببینم چیکار باید بکنم. ببین الان شما این جمله نیا کن، اصلا من معنی نمیخوام بکنم واسه، فقط قدرت جواب دادن رو یاد بگیر و اینو برو تو امتحان انجام بده، یعنی دیگه بهترین کاری که میتونی بکنی. ببین ربت خنسا او اولاده ها، یه بار بخونش جمله رو، یه بار هم تو روش بخون، اصلا کاری به معنی هاشوش، اصلا فقط عربیشو بخون. ربت خنسا و اولاده ها علا قیمل اسلامیته و هین اشتدت حروب و اندفع ابناها الى ساعت المعرکت المکبرین محللین و هم ید اون الله ان. حالا من مثلا با حرکت گذاری ها میخونم، شما نمیخواد این کارو بکنی، حتی مثلا اینجا بخونی ید اون الله منصوب مثلا باشه، نه اصلا جمله رو بخون برو، فقط این لغت عربی به گوشت بخوره. ان یقویه بهم دینهم و یرزقهم شهادت فی سبیله. خب بعد برو سوال اول نیا کن، مثلا بچه های اون معنی علامه رو نمیفهمیم، مثلا معنی شمی کنم ربت خنسا و اولاده ها کجا اومده؟ اینجا ربت خنسا و اولاده ها، درسته؟ ربط خنسا اولاده ها به چی اومده؟ به علا قیام الاسلامیت. جواب نیا ها، علا قیام الاسلامیت، همون جمله رو میتونی تیترشو بنویسی، از همونجا تیترشو ننویشی، همون تیترشو بنویسی، فقط جمله شو کامل کن تا آخرش و سلام، بدون که روغت معنی کنی که اذیت نشی سر جلسه آزمون. خب دوتا بعدی رو خود انجام بده. الان مازا کان ابنا و ید اون الله، من یه استاب بکنم، یه استاب بزن جواب بده، حالا خوش کن، مازا کان ابنا و ید اون الله، خب اینجا آمده ید اون الله، درسته؟ جمله بعدش نیا کن، این جوابیه همینه دیگه. خب نیا کن جمله رو، جوابشو ببین چه جیر میشه. دالا میتونی سیاسا این تیکر هم ننویسی یا حالا از اینجا گفتم تیتر رو مینویسه، اون موازه و قصد سوالیشو نمیاره دیگه، بقیهش هم مینویسه، تو همینش هم مینویسی بس بود. ان یقوی نخو، ان یقوی به هم دین هم و یعظم هم شهادت فی سبیله،
تا جایی که جملهش تموم شده. یزی محشرتر جمله سومی، کیفه همیشه در جوابش حال میادش. خود کیفه اصلا نقشش حال میشه، کیفه نقشش حاله. ببین الان کجا داریم ما؟ اندفعه اینجاست، ادعاها الا ساعت المرکتل تا اینجا رو آورده، درسته؟ حال الان تو اینا کدوم ها میتونه حال باشه؟ درست؟ جواب نیا خو؟ همونو دوباره از اندفعه شروع کرده، حالش هم آورده. دیگه فکر نمی کنم از این محشرتر بتونی دیگه یاد بگیری. ببین یک دونه لغت وای نکردم، سه تا سوال داد، هر جا سه تا سوال داد بقیهش رو واسهش نوشتم تا آخرین جایی که جملهش تموم شد. ببین تو اون جمله قبلیه از اینجا شروع کرد جوابش رو تا جایی که جملهش تموم شد. تا کجا تموم شد؟ تا اینجا آورده بود سوالمو. الان تو کجا جملهش تموم شد؟ همون رو نوشتم تا جایی که جملهش تموم شد و سلام. این یعنی تو بهترین باشی تو جواب دادن سوالت. پس بعد دیگه معنی، حالا اون سه تا مفهوم سه تا سوال داده بود که جوابشو به اصطلاح می‌خواست. اینجا دیگه حالا سوالای فرعیشه، مثلا معنی اندفعه اصلا معنی دوباره لغته، مثلا اون سوال بالایی است معنی لغتی، اینو رتبه این متن نداره. اصلا اندفعه معنیش میشه چی؟ روانه شدن، یا مفرد قیام خاصه. قیام جمع به معنی ارزش‌ها، مفردش میشه به اصطلاح قیمت، میشه ارزش که مفردش است. اومدیم سراغ فارسی به عربی. جمله رو به ما داده، گفته مؤمنان به خدا امید دارند و قرآن را تلاوت میکنند. یه تیکه این قسمته، یه قسمت هم این جمله است. صیغه‌ش هم باید جمع مذکر باشه. ببین شما بچه ها میمونن آقا ما با فعل شروع کنی یا با اسم، فرقی نمیکنه. اگر جمله تو فعلیه شروع کنی، فعل اول جمله رو مفرد به کار میبری، فقط مذکر مؤنثش رو رعایت میکنی، بقیه جمله رو مینویسی فاعل مفعول تا آخر. اگر جمله رو اسمیه شروع بکنی، فقط باید حواست باشه فعلی وقتی که بعد از اسمیات صیغش باید با اون اسم چیکار کنه؟ مقایسه بشه، مطابقت بکنه. نگاه کنید هر دو حالتش رو براتون مینوشتم. این جمله الان فعلی است. یرجو گفتم میشه امید داشتن. فعل اول جمله رو مفرد آورده، صیغه اوله میشه یرجو، مؤمنان مؤمنونه، الله میشه مفعولش، میگه به صلاح امید دارند، امید دارند مؤمنان به خداوند. جملهش تمام میشه. حالا همین جمله رو اگه من به جای فعلی اسمیه بیارم، مؤمنون رو بیارم اول جمله، جمله معنیش همونه، فقط این فعل باید صیغه‌اش با این بخونه. اینجا فعل اول جمله جمع مذهب میخواه مفرد اومد، فقط اینجا فعل وقتی که بعد از مؤمنون میاد باید صیغه‌اش مطابقت کنه. همین، تو باید این رو در نظر بگیری. تموم شد. فعلیه شروع کنی راحت تری. یرجو مؤمنونه الله و قرآن، به صلاح قرآن را تلاوت میکنن، چون دیگه اس نداری، همون تلاوت میکنن رو باید جمع بیاره دیگه. یتلون القرآن، اینجا مثلا اون یتلون القرآن تیکه دوم یه تفاوتی نمیکنه. این بار معنی لغت رو داده با یه امتیاز بیشتر، یعنی این بار معنی لغت رو نوشته، گفته تو انتخاب کن، یکی از این بهتر دیگه نمیشه. القیتو رو گفته معنیش به صلاح چی میشده، که معنیش میشه معنی انداختن هستش. در قصد وجوهون یوم اعزن به سلام مصفرتون زایکتون میشده، معنی مصفرتون رو میخواسته، معنی مصفرتون میشده چی؟ میشده خوشحال. در قصد اصلا ما کمی زایک هم اومده مشخصه، مثلا ناراحت خوشحال که معنی نمیده که، یا عبوس خوشحال که مثلا خندان، زایک هم میشه خندان، مثلا ناراحت خندان مثلا معنی نمیداده، خودش رای کمکی بود واسم. اما این بار اومده دوباره ترجمه. ببین همش تو عربی سوم داره رو ترجمه ها کار میکنه، ترجمه هایی که بر اساس لغت و اینا میاد، دقیقا برعکس اون چیزی که ما تو کنکور بچه آموزش میدیم که تکنیک داره، قاعده داره. اینجا نه، همش همون ترجمه هستش. حالا یه بار ترجمه رو میگه کامل خود بنویس، یه بار لغت میده، یه بار سه تا لغت داده انتخاب کن، یه بارم به صورت جای خالی به ما داره میده. حالات مختلف ترجمه است فقط، یعنی تو با یه بار ترجمه کامل متون یا همون تمرین ها همه این حالت ها رو میتونی به صلاح کامل جواب بدیش. الان اینجا اومده دنیا رو به صلاح معنی کرده، گفته انما دنیا خیالون آرزون قلما یبقا و اخبارون به صلاح تقصه،
ببین الان اینجا دو تا لغت رو در از جای خالی به ما داده، درسته؟ باید بیاد بگه انما قطعا دنیا رؤیاییست، درست؟ گذرا، آرزون. اینو معنی نکرده. قلما که به ندرت یبقا باقی میمونه، میتونی لغت به لغت بری جلو. و اخبارو و اخباریست که ببین تقصر رو معنی نکرده دوباره، فعل باید بیاره که تقصر معنیش میشه چی؟ روایت میشود. باید فعل مضارعش هم باید رعایت بکنیم. دوباره ترجمه رو داده تقریبا به شکل تستی کنکوری، مطابق به جای چهار گزینه دو گزینه ایش. ببینید حواست باشه به الا، یه چیزی بهت میگم یادت باشه، تو جمله های استثنای منفی ما جمله رو مثبت میکنیم، توجه کن، ما جمله رو مثبت میکنیم و فقط میاریم تو ترجمه. این خیلی مهمه. الان دو تا ترجمه ما داده، همین که من دارم میگم تو خود فکر کن کدومش درسته. روز قیامت را مگر همه متجاوزان گناهکار تکذیب نمی کردند؟ روز قیامت را فقط هر متجاوز گناهکاری تکذیب می کند. گفتم جمله رو مثبت می کنیم به جای الا فقط می کنیم. پس کدوم گزینه درسته؟ گزینه دوم درسته. اینجا ببین کانه با فعل مضارع، دقیقا همون چیزی که ما تو کنکور هم میگیم، میگیم اول میری سراغ فعل. کانه با فعل مضارع میشه ماضی چی؟ استمراری. حالا خودت بگو نمیتوانستم ماضی استمراریه یا نمیتوانم؟ اصلا بقیه چی کاری نداره، این الان مهمه. نمیتوانستم ماضی استمراریه، نمیتوانم. نمیتوانم چی؟ نمیتوانم الان. نمیتوانستم زمان گذشته است، پس کدوم ماضی استمراریه؟ گزینه یک. پس بعدیش ابتسمه فعل ماضیه، ابتسم النبی للاطفال ابتسامت ابوالحنونه. ببین الان اینجا بیشتر این مهمه واسه شون، چون یه دونه از نوشه لبخند میزد، ماضی استمراری، لبخند زد، ماضی ساده. چه ماضی استمراری میشد؟ کانه با فعل مضارعه. پس کدوم جوابته؟ پس گزینه دوم، چون ابتسامه ماضی ساده بوده نمیتونست ماضی استمراری جوابت بشه. پس زمین که بقیه مطالب هم درست معنی کرده، پیامبر صلی الله همچون، چون ماضی مفعول مطلق هم به کار برده، همچون رو میاری تو ترجمه که اون نوعیشو به صراحت نشون میده، مفعول مطلق نوعی هست. شاید دقت کنی پیامبر صلی الله همچون پدر مهربان به کودکان لبخند زد. اینجا گفته بارودی، بارودی اسمه، بارودی اسم خاصه، دوباره معنیش نکرد. قد احسه ان بلاده لا توانی شیئا الا، ببین الا کسالت. تو جمله اول گفته بارودی احساس میکرده. قد احسه، قد با فعل ماضی میشه ماضی نقلی. خودت بگو کدوم این دوتا ماضی نقلی خداییش؟ آیا احساس میکرد ماضی نقلیه یا احساس کرده است؟ کدومش؟ احساس کرده است ماضی نقلیه، که کشور از چیزی جز تنبلی رج نیبرد. میگی چرا اینجا فقط نیورده؟ چون شیئا مستثنا من دارم تو جمله، گفتی وقتی که استثنا مفرق باشه فقط میاره، اینجا فقط نیاز نداشته. پس کانه ابو که به صلاح احسن الناس عملا، تو جمله اول گفته پدرت نیکوکارترین مردم بود، تو دوباره گفته پدرت در عمل از مردم نیکوکار بود، از مردم نیکوکار بود. اینجا باید به قول معروف اون اسم تفصیلی بودنشو معنی میکرده، چون اولا تمیز بوده، این اسم تفصیل رو از نظر معنایی به عمل منتقل میکرده. پدرت نیکوکارترین مردم، این عمل کرد رو باید نشون میدادش، نیکوکارترین مردم بود در اصل، برابر این گزینه یک میشده جوابش. اس تفصیلی بودن اینجا معنی نکرده. ان احببتم ان ناخذ الاموال فلا باس،
تو جمله اول گفته اگر دوست داشتید انوار را میگیریم، چاره ای نیست. تو دومی گفته اگر دوست دارید انوار را بگیریم، هیچ اشکالی ندارد. این جمله رو شرطی میسازه. تو جمله شرطی گفتیم فعل اول باید مضارع مثلا میخوام التزامی معنی بشه و دومی مضارع اخباری. خب الان دوست داشتید زمان چیه؟ گذشته است. پس باید بریم سراغ مضارع. درسته که فعل ماضیه ولی تو جمله شرطی فعل ماضی دوباره مضارع معنی میشه. بنابراین گزینه دو به همین خاطر جوابش میشده. یه بار دیگه تکرار میکنم. فعل ماضیه ولی وقتی که جمله شرطی باشه تو ترجمه مجددا باید فعل به شکل مضارع معنی بشه. به خاطر همین یک مورد قبول نبوده پس.